آفرنده کتاب مؤلف است. تقدیر من بعد از کتاب به وجدان جمعیت سپرده می شود. هر یک انسان باید در زندگی همیشه بر آن جهت نماید که صاحب عقل و صاحب خرد بوایه برسد، بین دوستان و نزدیکان آبروی اعتبار و منزلت و قیمت داشته باشد، محیط احاطه کرده او را پذیرفته احترامش را به جا آورند. ولی این نشانه های بزرگ برای انسان به آسانی میسر نمی شوند. برای به دست آوردن آبرو مشقت زیاد لازم می آید. برای صاحب کسب گشتن بسیار می باید آموخت. برای افتخارمند گشتن خود باید کانی عقل و ذکاوت و مردانگی و دلیری بود. صاحب عقل باید با تا پیشه درست را انتخاب نموده توسط محنت بزرگ و سازنده آبرو پیدا کرد. در این میان یکی از اثرهای خواندن باب و تربیتگر رمان نویسنده خلقی تاجیکستان عسکر هلالیان اشکی سری میجگان می باشد که یک خود از نام اثر به خواننده معلوم می گردد. رمان بی‌واسطه به محنت صافدلانه و مشقت‌های زیاد و اشک جبین علاقمند است. باید گفت که در عموم موضوع اساسی تمام ایجادیات نویسنده را محنت حلال و زحمتمندی تشکیل می‌دهد. ماهپوشا سفرزاده که از زمره کشف استعدادهای آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است می باشد، اندیشش را بابت اهمیت آزمون و اثر مذکور چنین ابراز داشت. واقعا هم آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است یک اقدام نجیب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان می باشد. این آزمون توانست که تمام طبقه های جامعه را به کتاب و کتابخانه دعوت نماید. من در این آزمون در نامینیسی شاعری اشتراک نمودم و مقصد من شناس شدن با همقلمان امروز مخصوصا با همقلمان همسال خود بود. برد من در این آزمون همین بود که من توانستم در ژانرهای گوناگون شعری شعر ایجاد کنم، از جمله داستان، قصیده، مخمس و مسدس، ترجیبند و ترکیبند و دیگر نوعهای شعری. اشک سر میجگان رمان هلالیان عسکر بوده حیات دشوار و بوشرفانه یک زن تاجیک را در بر میگیرد. وای با مهنت دوستی، حلال کاری و پاکیزگی و مهربانی برای منفعت عموم کار میکند. او یک زن پختکار بوده زمین های نوکرم را به باغ و بستان تبدیل میدهد. قهرمان های اساسی رمان اشک سر میجگان گل، بنفشه، شوقت، لالا، بوستون و از پرسوناش های لحظوی نیز عبارت می باشد. باید قید نمود که ماهپوشا در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب از در سال گذشته از روی نامینیسی شاعری اشتراک نموده صاحب جای نمایان گردیده بود که حالا یکی از غزل های ایجاد نموده اش را پیشکشتان می نماییم. از عشق بشد مجنون صحرایی و آواره، فرها چو شد عاشق بشکافت کوه خاره، نیشاه و گدا محروم نیراه خطا در عشق، در هر دل صد پاره صد بار کند کاره، عمر پر و بال خود پروانه همه سوختی، قربانی در این راه شد آخر که نداشت چاره، شب تا به سحر بلبل در عشق گلش نالید، گلداغ به دل دارد می کرد کفن پاره، پیغام دل عاشق پوشیده بماند عمره، ای باد صبا بشنو ارزی دل بیچاره، در عشق یک خندان در عشق یک گریان، یا اختر نه ساید یا پرتوی استاره، یک ذره به قلبت گر عشق است تو خوشبختی، زیرا برسد هر کس از عشق به هر باره. خواننده هنگام مطالعه رمان اشک سر میجگان زندگی قهرمان اساسی شاه پسند را پیگیری کرده، خواه‌ناخواه به اندیشه می رود که زندگی بی زحمت و محنت دوستی تماما معنی ندارد، زیرا پس هر یک محنت بزرگ و مشقت های زیاد مقصدهای باز هم بزرگتر نهفتند. قهرمان مرکزی رمان شاه پسند با وجود زن بودنش در تمام لحظه های زندگی تنی تنها مردانه‌وار مبارزه می برد. او در جستجوی حقیقت، عدالت و راستی بوده، بدی ها، ناعدالتی ها، بیرحمی ها و ظالمان را سرکوب می نماید. غایه اساسی همین اثر مهنت دوستی می باشد. قهرمان اساسی و شاه پسند است. شاه پسند یک زنی بسیار مهنت دوست، حلال کار می باشد. شاه پسند بیشتر ضربه هایی که او در زندگی می کشد از حساب دختر خود بنفشه بود که وی تماما به مادر خود مانع نبود و در آخر بنفشه از کرده های خود پشیمان می شود، یعنی که زمانی به قدر مادر خود می رسد که خیلی دیر شده بود. غایه اشک سر میجگان این ترغیب نمود
نمودنی مهندوستی، پاکیزکاری، حلالکاری می باشد. و خلاصه من درباره این اثر چنین است که هر کسی که مهند می کند موفق می شود. یعنی که وقتی که انسان یک مقصد می گذارد باید که در پی آن تلاش نماید و حتما به مقصد خود می رسد. رمانی مذکور خواندنی با بوده هر یک خواننده را به هیجان می آورد. من به همسالان خود توصیه می دهم که رمانی اشک سر میژگان را مطالعه نمایند. نویسنده در اثرش تصویرهای عجیب بابت زندگی و گذشت روزها دارد. روز از پی روز گذشته هفته ها به ماه ها تبدیل می یابند. بجای غم شادی، بجای هستی نیستی آمده، حیات باز دوام می یابد. جای همدیگر را گرفتن مرگ و زندگی آخر ندارد. شادی مانند کودک نو به دنیا آمده جای شخص فوتیده را می گیرد. شادی رفته و با سبب در راهش بند شده باشد روز حتما آمده جای غصه را می گیرد. رمانی مذکور مرتبه اول سال 1987 در شکل کتابی الهیده دسترس خوانندگان گشته، بعدترها در مجله صدای شرق سال 1989 بازنشر می شود. بینندگان عزیز، شما می توانید اثر مذکور را از دلخواه کتابخانه های جمهوری دسترس نمایید.